پلی آف لیگ NBA اصلی ترین بخش یک فصل این لیگ به شمار میره. تو این ویدیو میخوام خیلی مختصر و مفید در رابطه با پلی آف NBA با شما صحبت کنم و بهتون بگم که سازوکار پلی آف این لیگ به چه شکله. خب بچه ها باید بدونید که توی آمریکا لیگ‌های معتبر یا به اصطلاح همون میجر لیگ‌ها فصلشون از دو بخش تشکیل شده. بخش اول همون فصل عادیه که تو اونجا همه تیم‌ها با هم بازی میکنن، مثلا NBA که 30 تا تیم داره 30 تا تیم با هم بازی میکنن، در مجموع 82 تا بازی میشه، 41 بازی خونگی، 41 بازی هم خارج از خونه. و بخش دومش هم میشه پلی آف که تیمای برتر فصل عادی با توجه به اون برد و باختایی که میارن و یه رکوردی که کسب میکنن میرسن به بخش دوم که بهش میگن پلی آف، که واسه این اصلی ترین محسوب میشه که خب قهرمانی و رده بندی نهایی تیما توی فصل توی پلی آف مشخص میشه دیگه. شما میره فصل عادی رو بازی میکنی، تیمای برتر میرن پلی آف، دیگه در نهایت هم قهرمان مشخص میشه. تمام میجر لیگ‌های آمریکا این شکلی هم، فقط NBA نیست، NFL، MLB، NHL و اشخه خیلی اینو ندونن، حتی MLS یا همون لیگ فوتبالشون هم همینطوری یه فصل عادی داره یه پلی آف داره. خب من یه اشاره‌ای کردم که فصل عادی چه شکلیه، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، یه لینک واسهتون میذارم توی سایت، کامل توضیح دادم فصل عادی رو، ولی خب در همین حد بدونید که 82 تا بازیه، همه تیم‌ها با هم بازی میکنن، حالا با تیم‌های هم گروهی یا بهتر بگم هم دیویژنی خودشون بیشتر بازی میکنن، با تیم‌های کنفرانس خودشون هم بیشتر بازی میکنن، ولی مثلا با تیم‌های کنفرانس دیگه فقط دو بار بازی میکنن، یه بازی تو خونه یا بازی هم خارج از خونه. در نهایت از هر کنفرانس 8 تا تیم میرسن به پلی آف. اینو باید بدونید که هر کنفرانس 15 تا تیم دیگه، یعنی هم کنفرانس شرق 15 تا تیم توش بازی میکنن، هم کنفرانس غرب که در مجموع همون 30 تا تیم و NBA داره. ولی فرمت این پلی آف هی به مرور عوض شده، همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم یه چند سالی میشه که فرمت رسیدن به پلی آف هم عوض شده. ببینید 8 تا تیم برتر، 8 تا تیم برتر هر کنفرانس میرسن به پلی آف. قبلا این شکلی بود که این 8 تا بعد از فصل عادی یه ذره میرفتن پلی آف رو هم بازی میکردن. حالا چه شکلی شده؟ 6 تا تیم اول هر کنفرانس که مثلا بهش میگن سید دیگه، یعنی میگن سید 1، سید 2، سید 3، این شکلی 6 تا سید اول، یعنی 6 تا تیم برتر کنفرانس یه ذره میرن پلی آف. تیمای هفتم تا دهم توی تورنمنت کوچیک به اسم پلی این بازی میکنن تا سرنوشت اون دوتا تیم دیگه هم که سیدای هفت و سید هشت هستن مشخص میشه. حالا چرا این کارو کردن؟ زمان کرونا تعداد بازی خیلی تیم‌ها به هم ریخت، مثلا یه تیم چند تا بازی بیشتر بازی کرده بود، یه تیم بازیش کمتر شده بود، واسه همین اونم پلی اینو درست کردن. بعدش هم دیدن که هیجان داره، تک بازی تک حذفیه، گفتن خب بیایم ادامه بدیم و فعلا هم این ادامه داره. چه شکله؟ اون 6 تا تیم که میرن پلی آف هیچ، یعنی دو تا بازی هم همونجا مشخص میشه. حالا بهتون میگم داستانش چی. تیم هفتم با تیم هشتم با هم بازی میکنن، تیم نهم با تیم دهم هم با هم بازی میکنن. برنده بازی تیم هفتم و تیم هشتم به عنوان سید هفت کنفرانس میره پلی آف، تموم شد. الان یه تیم به اون 6 تا اضافه شد. بازنده بازی هفتم و سید هفت و سید هشت این منتظر برنده بازی سید نه و سید ده میمونه، بعد میاد با این یکی بازی میکنه، یعنی یه شانس مجدد به بازنده اون سید هفت و سید هشت میدن، برندش به عنوان هشتمین تیم وارد پلی آف میشه. یعنی اون 6 تا تیم که رفتن، این دوتا تیم هم توی تورنمنت پلی این مشخص میشن. حالا این 8 تا تیم که رفتن پلی آف با هم چه شکلی بازی میکنن؟ تیم اول با تیم هشتم بازی میکنه، تیم دوم با تیم هفتم، تیم سوم با تیم ششم و تیم چهارم هم با تیم پنجم. این شکلی قرار میدن که اون فصل عادی هم یه اهمیتی پیدا کنه دیگه، اون تیم که خب تونسته اول بشه توی کنفرانس خودش قاعدتا باید بیاد با یه تیم ضعیف‌تر بازی کنه که شانس اینو داشته باشه به مراحل بالا بره.
این روند، این فرمت ادامه پیدا میکنه، یعنی برنده سید 1 و سید 8 با برنده تیمای 4 و 5 توی دور دوم بازی میکنه، برنده تیمای 2 و 7 هم بازی سید 2 و سید 7 هم با برنده مسابقه سید 3 و سید 6 روبرو میشه. این میشه راند دوم، بعدم که برندهشون میرسه فینال کنفرانس، قهرمان هر کنفرانس هم میرسه به فینال اصلی NBA دیگه. فرمت این بازی ها به این شکله، گفتم این کارو کردن که فصل عادی هم بزن مهم باشه. یه چیز دیگه هم شما باید بدونید که هر سری پلی آف 4 از 7، یعنی هر تیمی که زودتر به 4 تا برد برسه میره به مرحله بعد. یعنی مثل حالا فوتبال یا یه سری ورزش دیگه تک حذفی نیست. اون پلی این که بهتون گفتم اونجا یه بازی بود، یعنی مثلا سید 7 و سید 8 با هم بازی میکردن یه بازی بود، ولی وقتی میرسیم به پلی آف هر تیم واسه این که بره به دور بعد، بره به راند بعد، باید 4 تا بازی ببره. یعنی اون تیم اول با تیم 8 که با هم بازی میکنن، هر تیمی که زودتر به 4 تا برد برسه میره دور بعد. حالا میتونه مثلا 4-0 ببره که بهش به اصطلاح میگن سویپ کرد، یعنی جارو کرد، میتونه 4-1 ببره، 4-2 ببره و در نهایت 4-3 میشه. یعنی دیگه بازی ها از 7 هیچ وقت بیشتر نمیشه. احتمالا این سوال هم واسه شما به وجود میاد که میزبان و مهمان بودن تو این بازی ها به چه شکله. اون تیمی که سید بالاتر و سید بهتری داره بازی اول و دوم و اگر نیاز باشه بازی پنجم و هفتم میزبانه. دوباره مثال تیمای سید 1 و سید 8 رو بزنم، فکر کنید این دوتا تیم با هم روبرو میشن، بازی اول و دوم توی خونه سید 1، بازی سوم و چهارم توی خونه اون سید 8 است. بعد اگر مثلا توی 4 تا بازی تموم نشه، بازی پنجم دوباره میاد توی خونه سید 1، دوباره اگر ادامه پیدا کنه بازی ششم میره توی خونه سید 8، و اگر دیگه بازی به کار به 7 بازی بکشه، اون بازی هفتم هم دوباره میزبانش اون سید 1 میشه. حالا توی راندهای بعد هم همینه، مثلا برنده سید 1 بازی سید 1 و سید 8 میخوره به برنده، بهتون گفتم 4 و 5 دیگه، هر کدوم بیان بالا، یعنی چه 4 بیاد چه 5، خب پایین تر از مثلا اون 1. در این صورت دوباره اون 1 بهش میگن که مزیت بازی خانگی، یعنی دوباره توی 7 تا 4 تا میتونه میزبان باشه. حالا فینال NBA چطوره؟ چون اینجا که دیگه سید بندی نداره، اینجا چه شکلیه؟ قهرمان کنفرانس شرق در برابر قهرمان کنفرانس غرب قرار میگیره. این حالا به چه شکلیه؟ این برمیگرده دیگه به رکورد فصل عادی. مثلا شما فرض کنید از شرق بوستون سلتیکس میاد، تو فصل عادی از 82 تا بازی 60 تا برده. از اون غرب هم مثلا فرض کنید لیکرز میاد، 59 تا بازی رو برده. اینجا چون بوستون توی فصل عادی تعداد برداش بیشتر بوده، مزیت بازی خونگی به بوستون میرسه، یعنی بازی اول و دوم و در صورت نیاز بازی های پنجم و هفتم توی بوستون برگزار میشه. این یه فرمت کلی از نحوه پلی آف، رسیدن به پلی آف، فرمت بازی ها، مهمان و میزبان بودن بازی ها بود. خیلی مختصر میخواستم جمعش کنم، امیدوارم راضی باشید و در ادامه هم دوباره بیشتر از ورزش‌های مختلف میگم.